به نام خداوندی بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نیت شماره 87 امروز تقدیمتان میگردد. با شما ملت و مردم عزیزم با اطمینان کامل میگویم که برنامه های اصلاح و به خصوص سلسله نشر نامه ها از ناحیه ها سردمداران رژیم ضد ملی و ضد مردمی و ضد اسلامی و ضد فرهنگی رحمانوف را دیوانه و وسواس و کلافه کرده است. هر قدر که بالای مردم فشار می آورند، مردم هم با رغم آنها رابطه خود را با ما قوی تر می کنند و نامه های خود را به ما می فرستند و از جرم و جنایات مسئولان و مدیران و رئیسان این رژیم می گویند. اخیراً خبری که به دستمان رسید که امام علی رحمانوف برنامه وابسته به روز تولدش را که در دو قسم تهیه و نشر گردید شخصا تماشا کرده و فوراً شورای امنیتش را به خانه اش دعوت کرده، سر آنها دوغ و دغدغه کرده است که شما پی چی کارین؟ چرا محافظت میکنین که هرچی محمد اقبال نوشته است و برنامه کرده است راست است؟ آن گپ ها و حادثه ها را کی در درون خانه من گذاشته است و از کجا فهمیده او نوشته است؟ پس معلوم میشود که امنیتی آنها از امنیتی ما بهتر کار میکند. یعنی این گپ های رحمانوف، الحمدلله، چون که رحمانوف وقتی تو به مناطق کانی بادام و مناطقی که سوخت شمال میروی، امنیتی تو مردم را فرمان میدیند که در خانه هاتون شینید و درها را از درون بندید و گازهایشان را میگیرند که مبادا با تو آسیب رسد. اما مردم از داخل خانه نشسته، آنچی بر رویشان، آنچی بر حالشان امنیت و ملیسه و دزد و غارتگر و رئیس جماعت و بچکای بالای روان کردگی در منطقه ها وقتی میبینن حالت را با ما مینویسند، پس مردم با ما نزدیکترند. پس مردم آنچی میبینند آنها را با ما نوشته ایستادند. رحمانوف، هرچی که مقاماتت برای تو میگویند آنها تو را فریب دارند. هرچی میگویند که تو پیشوایی و تو فلانی و تو معظمی و تو نمیدانم فلانی و گفتی خودت از آسمان چکیدگی، همه اینها دروغ هستند. آنها به خاطر وظیفه و به خاطر غارت است، اما این ملت تو را بد میبیند. این ملت احمد و محمود و قفلان و فلان را بد دیدن که معین است، اما تو آنها را گذاشته ای، تو سری آنها فشار آورده استاده ای توسط آن دزدانت. پس بدان که این ملت با ما هست، این ملت و مردم با تو نیست. کار کند که دهانش را بندید گفته است، اما این رحمان و فی کسیف نمی فهمد که دستش به من کوتاه هست و اگر حتی با فرض توانیست و به شهادتم رسانید، اما دیگر پیش دهان مردم را گرفتن نمی تواند. مکتب اصلاح، دانشگاه اصلاح و راه آن ادامه دارد و پیروزی نصیب این ملت و مردم مظلومی تاجیک خواهد شد. نامه اول از غرم. سلام برادر محمد اقبال صدرالدین، انشاء الله که نامه ها کار خود را کرده ایستاده است. در لانه و هیچه این ظالمان آتش در داده است. خدا را شکر. حالا از یک مورد گپ می زنم. بعد از نامه های پی در پی، فریدون زردکوف قسم خورده است که بچه این کاری من نیست، این کاری خودی بچه کوری نصرت است و از بالا فرمان دارد، زوری من نمی رسد، من یگان حجت امضا نکردم. نسبت فریدون چون این گفتنیم که مادامه که زورت به بچه کوری نصرت نمی رسد، پس این چی کار است که زیاده از 25 هزار خواجگی را پسی سر می کنی و از یک نفر می ترسی؟ مرگ تو بر این رئیس، پس وظیفه را خالی کن تا بجای تو شخص صادق و لیاقتمند آید و به درد مردم رسد. و باز گفته است که مردم کلابه خب نیستید، رفته عرض و شکایتاتون را به هر کجای میکنید کنید، آباتون را گیرید، زوری من شخصا نمیرسد. خوب، اگر من در مسئله آبی کلوبه گپ زنم، نه اینکه من را از وظیفه میگیرند، حتی به جوابگری جنایتی هم میکشند. سبحان الله، این چی حکومت داری و این چی به حکمیتی است؟ این حکومت به واسطه چنین رئیسان جماعت ها آب روی حکومت و ناحیه را میرزانند. مگر در یک جماعتی کلان دیگر شخصی کامل یافت نمی شود که این پارخور لندهور بزدیل کسیف را ماندند. رئیس ناحیه باید فوراً این رئیس کسیف را نبی جان مقیمی از وظیفه گیرد و بجایش یک شخصی کامل و سالم و کاربودکن را ماند. اکه نبی جان یعنی که مقیمی یک کار که پیش از رفتن اقلا یک کار خوب کامل از وظیفهش بگیر. یعنی اگر کم ترک وجدان و ناموس داشته باشی همین کار انجام بدی.
اگر این فریدون کم دیگر کار کند تمام جماعت و آبروی ناحیه را می‌ریزاند. این رئیس کثیف سبب شد که ما نسبتش به گروه مخالفان شکایت کردیم. این حکومت امروزه است که ما را مجبور می‌کند ما شکایت به مخالفان کنیم، زیرا می‌دانیم که این حکومت به دادمان نمی‌رسد. از رئیس ناحیه رشت طلب می‌کنیم که آب دهه‌ی کلابه را به ما برگرداند، وگر نه ما عرض و شکایت‌های خود را ادامه می‌دهیم و نسبت این حکومت می‌نویسیم. قسم به الله که این رئیس از وظیفه رود و آبیده های کلابه را برگرداند، ما دیگر با مخالفان نامه شکایتی نخواهیم نوشت. خوب، ولی ما هم بیزاریم از نامه شکایتی نوشته شما مردمی رشت. ما آنچه که میکنیم در خدمت شما ایم و بدون پول و بدون یگان هدف این خدمت را با شما داریم. بهترین گپ گفتن رئیسی رشت اگر مرد باشد، پس آب را به اینها برگردان تا اینکه اینها دیگر به اصلاح با مخالفان ننویسند. ما فقط میخواهیم آب را برگردانید. و فریدون که از عهده این کار نبرآمد جایش را خالی کند. مرحمت، انا همین را از وظیفه گیرید و آب را برگردانید. پس فکر کنید که 25,000 اهالی دیگر به اصلاح نمی نویسند و دیگر در فکر اصلاح نمی شوند. مرحمت رئیس ناحیه رشت، اگر خواسته باشی بر علیه مخالفان و محمد اقبال مبارزه بری، انا همین کار را کن تمام. ولی این ها خودشان دوست هستند، خودشان می خواهند که این یعنی که ظلم را انجام دهند. واقعا بهترین پیشنهاد برایت کردند. اکنون نامه دیگر از دوشنبه. برادر محترم محمد اقبال صدرالدین، سلام از تاجیکستان آفتابرویه. از درگاه آفریدگار با شما صحتی و سلامتی، عمر دراز پربرکت و خانه آبادی طلب دارم. سلامت باشید، الله شما را حفظ کند. برادران گرامی، من برنامه های شما را و مخصوصا نامه ها از ناحیه ها را تماشا میکنم. باور کنید که با این برنامه تون این حکومت دوست و غارتگر را شرمنده و روسیه و جان بر لب کرده اید. الحمدلله. اما می خواهم درباره یک مسئله که در نامه های 68 گفتید کمتر روشنی اندازم. گپ درباره عالم جلالوف می رود. عالم طولی 7-8 سال می شود که در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به حیث متخصص مدافع گرجدنی کار میکرد. 7 ماه پیش با وظیفه اگنتی خدمات اویاسیونی فرودگاه گذشت. در وظیفه 3 ماه کار کرد و برای گذرانیدن 5 کیلوگرم طلا تا راه قاچاق کارمندان امنیت دستگیر کردند. مادر عالم جلالوف در مقام رئیسه اتفاق کسبه پرفسیوز فرودگاه کار میکند. من چی گفتنیم؟ وای در راه آهن کلاب یا دوشنبه کار نکرده است و شما نسبت این آدم معلومات نصحه نشر کردید. عالم جلالوف یک انسان خاکسار بود که از دستش پشه آزار نمیافت. اگر عبدالله‌زاده اسمت الله فیض‌الله یعنی اسمت دولیک دیکتور جنرالی فرودگاه بین‌المللی دوشنبه معاش کارگران به نواد که سر وقت میداد، کارگران فرودگاه با قاچاق دست نمی‌زدند. خب در مورد عالم جلالوف ما از پیش خودمون نگفتیم، ما نامه داریم از کلاب، ما نامه داریم از یعنی افرادی که در این مورد نوشتند با فکت‌ها و دلیل‌ها آن رو بیان داشتیم. اما اون چی شما هم نوشتید، چون مطبوعات آزاد است و می‌توانید هر چی که هست آن را یعنی تصدیق یا اینکه رد نموید. اصلاح رسانه آزاد و مستقل است و همیشه انتقادها را نیز در خود جای می دهد. شما آزاد هستید، می توانید هر نفری که در مورد شما نوشتند و اگر فکر میکنید که شما واقعا دوز نیستید، غارتگر نیستید و با شما تهمتی شده است، مرحمت نویسید، ما آماده نشر آن هستیم. نامه دیگر از اشت. السلام علیکم، من از ناحیه اشت از یک دهه بسیار مشهور، نمیتونم خودم را با مردم معرفی کنم، زیرا من نه فقط خود بلکه قهرمان این صحبت را نیز میتوانم زیر خطر مانم. خوب، خیلی خوب، میتوانید نگویید چیزی. من نامی عنیفی آن مرد را تا حال نمیدانم و میخواهم جستجو کنم. من سالهای دراز در مهاجرتم و با مردم کم علاقه‌مندم. واقعه‌ها و گفته‌های آن شخص حکایت نیست، حقیقت است. روزی جمعه بازار سرخادمی میلیسیای اشت که از بچکای بالا بود در بازار ششلیکچیان را بلگت زد و نان و گوشت را به خاک یکسان کرد. همه خواب بود. این مرد پیدا شد و پرسید که چی گپ؟ مردم به این مرد دعوا کردند. آن مرد مردم را دعوت کرد و آن میلیسیا را یافت و تا بخشش نپرسید سر نداد. باز در همین بازار کارکنی انداز مالهای بیوه و بیچاره و کمبغلان رو کشیده گرفت، کسی دم نزد و صدا نبرآورد. باز این مرد با سری وقتشان رسیده و مردم را جمع آورد و مالهای آنها را برگرداند و با کارکنان انداز گفت دیگر من نفهمم که شما مردم را آزار میدهید. روز کارکنان نظارت راه در تنگی قشلاق در بیگاه پس از کار مردم را منع میکنند و بندی 5-6 جریمه تشکیل کردند. این مرد هم در این بند بود. ماشینش گاز 21 سفید بود. تا قریبی نظارت راه رسیدیم این مرد ماشین را خاموش کرد و گفت: اه مردم من،
این گپ تا به کی خب میکنه؟ خیزید ماشین این ناظران را به چاه چپا کنید تا اینکه اینها از وظیفه استفاده کرده حقوق مردم را پایمال نکنند. مردم خیستند و آن شخص عیب ناظرها را به گردنشان بار کرد و از مردم بخشش پرسیدند. روزه در سر بازار میگویند که در آن جایی که اداره جماعت خشلاق وجود دارد می ایستادیم که آن مرد از طرف اداره با آوازی بلند هم رئیس جماعت و هم رئیس سوخاز باغداری را سخت دشنام میکرد و میگفت با مردم من یک گوسفند کونشخاق با مراسم عید داده برای کمیسیه کلابی این خوشقاری سرغیزا. تو تا کی مردم خود را پایمال میکنی و کون دیگرها را میبرداری؟ شما پدخلیم ها میگفت. نمیدونم این مرد در این مجلس چی کار داشت یا یگان وظیفه دار بود، لیک من در جماعت خشلاق هم همچه وظیفه دار این شخص را نمیشناسم. بعد معلوم شد که چاپلوسانی آن وقت با کمیسیه گوسفندی خوشروی سوخاز را آوردن. روز دیگر در بازار یک مردی افلاسی هم قشلاق داشتیم که وی را سمیکه نکلیا سخت میگفتند. این مرد وی حرامخور را تلقین میکرد و مردم مراجعت میکرد که این افلاس این مردک را گفته استاده است که این گاو چند پول. این مرد گفت فلان پول. این به حیا میگوید که با این سوم با بالای گاو زن یا دخترت را هم میدهی؟ اکنون از گفته های آن آدم با مردم در کجای آن مرد که تقریبا از من 8-10 سال کلان بود میگفت اگر حق با جانب حقدار نباشد این سیاستمداران مردم را پایمال میکنند. ترسارچک نباشید و حق خود و افرادتان را حمایت کنید. خوش آمدگو همه وقت با دروغ آدم را تهمت میکند و همچو کور کورانه رفتار میکند و وقتی میرسد که این مادر خود را هم میفروشد. خبرکش انسان نیست. مرد روی راست میگوید و مشکل را در جایش حل میکند. اول ما باید تیشه بر ریشه دروغ زنیم تا با دلیل دروغ خود باز چند دروغ دیگر نزنند و مردم این دنیا را بدنام نکنند. خوش آمدگو خبرکش عالم را ویران میکند. سر خانه در خانه، سر دهات در دهات باید ماند. بدنامی یک نفر بدنامی جمعیت. مردم با دوش گیرند باید اجرا کنند. میدان دایم از دلر باید باشد که نترسد و سخنی حلالش را با جرأت بیان کند. وی میگفت داد از دست بدادی های خودی مردم نادان که خود را با آتش غم میاندازند و ما را هم پس خود میبرند. حالا میبینید که لعنت کردگان که از خدا بخبرانند مردم را به چاه میاندازند. در اول کاه کاه میخندند و خودشان نیز با آن چاه میافتند و از مردمی در چاه بوده بخشیش پرسیدنی میشوند، اما با آنها کسی باور نخواهد کرد. میگفت که امروز ما دیده ایستاده ایم با مانند این بسیار سخنهایی با معرفت و با منطق داشت که من بسیار گوش میکردم. این همان سالهایی که رحمانوف به سر سیاست اومد و در گیردش چاپلوس جمع میکرد و این را هم گفته بود که این بسواد حالا فربه میشود و این سخنها از خاطرش حتما میبراید و میگوید که این از اول شاهزاده بود و این زنی شیرجوشش محسنم، یعنی همی عزیزه را میگه، و فرزندانش توانا بودند. این سخنی آن مرد عاقلی سالهای تا 1995 می باشد که پس از آن من آن مرد را دیگر ندیدم. این مرد را بسیار شخصانی این قشلاق باید دانند. وای والیبال هم بازی میکرد و فوتبال را هم دوست میداشت. گفته بودند که با مردم یک جایه در یک دشت تراکتور آورد و میدان فوتبال را هم راست کرد. افسوس عقل کافی نداشتم. از نزدیک شناس نبودم. مردم خشلاق التماس این قهرمان اشتی را در خاطر دارید و من کمک کنید. داملا این التماسی ما را با مردم ناحیه اشت رسانید و این مرد را حتما باید یافت و از گذشته این انسان من باید کتاب نویسم، چون که این مرد مردی دلر و حلال قشلاقی من بود و بیوه و بیچاره و تن دست ها و بیماران نیزیاری می رسانید و نامردان سخت جنگ می کرد. نه از شاهنشاه می ترسید و نه از آب و نه از عذاب و نه از علا. خوش آمدگو نبود. بعضا آدم ها رئیس می گفتند، لیکن به فکرم رئیس هم نبود. خود التماس می کرد که رئیسش نخوانند. مردم دهات اگر می توانید صورت و کارهای این مرد را دارد و داند در سایت دهات مانید و از کارهای این مرد نویسید. می خواهم همه مردم از کارنمای های او منشأ گیرند و من نو عدالتی ها پنجه نرم کنند و استادگری کنند. و خانم من وقتی که خواندم، این برادرم در آخر نوشته است که این آدم سال 95 بود، یعنی من گفتم ماشاءالله در اشت هم مردونی چونین پیدا شدن، انشاءالله تغییراتی به وجود می آید. ولی وقتی دیدم که این مرد سال 95 دیگر ندیدستش، یعنی بس گفتم که این حکایه تاریخی و مانند است که آنچه که در گذشته شده و صورت گرفته بوده است. ولی واقعا هم اگر دانید او کی است، نام و فامیلیا، نسب، چی کار بود، چی خیل بود، حتما او رو یا کشتن یا نابود کردن یا زندان کردن.
خوب دیگر نویسید در مورد او تا اینکه افراد دیگر توانند او را بهتر و خوبتر شناسند و کارها و عملکردهای او را سرمشق حیات خود نمایند، چون که شجاعان این ملت تا ابد زنده اند. نامه دیگر از کوشانیان. سلام علیکم مردی با همت و جسور و زحمتکش و خسته ناپذیر محمد اقبال صدرالدین. سلامت باشید برادران گرامی. من یک برادر کوچک شما و یک خدمتگار شما، هم چیزی از این بیشتر نیستم. من یک کارمند دولتی از ناحیه کوشانیانم. امروز میخواهم از دو مشکلات فراگیر کشور گویم که تأثیر بیشتر به ناحیه ما دارد. یک مسئله دعوت به خدمت حربی، دیگر فرم یگانه مکتب بچه ها می باشد. امسال از اوائل ماه اکتبر سر کرده در محل و دهات جماعت های سروت استقلال، مهنت آباد، آریانای کوشانیان دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی به طور شدید آغاز شده. در ماه دکبر هم ادامه کرد. طرز دعوت چی گونه رفته استاده است؟ از هر جوانی سینش به خدمت عسکری رسیده روی راست 10,000 سومانی پره گرفته استادند. دو راه در پیشت هست، یا فرزند را جیخ زده از روسیه می آوری 10,000 سومانی پره می دهی. البته این کار توسط کارمندان کمیساریت حربی ناحیه، کارمندان امنیت، میلیسه محله ها، رئیسان محله ها و بعضی بوزهای محله ها به طور متشکل اجرا می شود. البته بیننده عزیز گرامی، این نامه خیلی یکی از افرادی با سواد و واقعا هم خیلی آگاه این نامه را نوشته است و یکی از خوانندگانی روزنامه یا گازت سسسر هم هست و خیلی یک شخصی فهمیده است که این نامه را نوشته است و کارمند دولتی هم هست و شخصی معروفی هم هست. خوب ما نمیخوایم آشکار نماییم او را، ولی واقعا هم با دقت گوش کنید که چگونه مردم از درد و رنج و شکایت ها می نویسند. واقعا مردم کوشانیان باید با این برادر افتخار نمایند. خوب، سر از سالی که خدمت حربی پولکی شد، از هر یک نفر دعوت شونده، حتی از هر مکتب، بنگاه های طبی، خواجگیداران، رئیسان محله، امام خطیبان، یا 3,000 سامونگی و یا یک سلدت در هر 6 ماه پس میدهی. جانت خلاص بود و اگر نه حالت بد میشود. اما امسال باشد که استفکه خدمت پولکی از 27,000 سومانی به 60,000 و 67,000 سومانی بلند برداشته شد. از سر هر جوانی سالش به خدمت حربی رسیده 10,000 سومانیگی با توری پاره از پدر و مادر آنها سیتانیده استادند. پدر و مادر، برادران و نزدیکان جوان پسران را کارمندان امنیت با دلها برده هفته ها آنها را محکم میکنند. حتی آنها را لط و کوب دشنام ها میدهند که با چشمان خود میبینیم و شاهد این همه حالات و ظلم آنها هستیم. در نهایت آنها مجبور میشوند که یا فرزندشان را از روسیه جیغ زده به خدمت حربی روان کنند یا 10,000 سومانی پاره دهند و تا دعوت نوبتی آزاد شوند. باور کنید حال پدر و مادر جوانان را در ناحیه کوشانیان کس دیده سالهای جنگ 41-45 عصری گذشته به یادش میرسد. والدین یا پدر و مادران در و دروازه هایشان را قلف کرده گریخته در خانه های نزدیکانشان و به دیگر جای ها پناه برده استادند. در این باره بسیار گپ نمیزنیم، چون که در تمام جمهوری این حالت ادامه دارد. یک خیشمان از استراوشان زنگ زد و گفت که برای خدمت پولکی گویان 40,000 سومانی دادیم، لیکن پول را گرفتند و اما بچه تا جیغ زن گفت سودیان. این پولت نمیشد، این کم. بله، حاضر نرخ رهایی از خدمت عسکری رسما 52,000 سومانی است، اما باز همین مقدار شبکه دارد، چون که در تمام ناحیه ها برای خدمت پولکی کوات تجاری کردند. اما طلبگاران پول داده رها می شده ها چند برابر زیاد است. برای همین آن را اوکسیون کرده، کی زیاد دهد همان را آزاد کرده ایستادن از خدمت. خوب دقت کنید، 27,000 بود، 28,000 بود، آوردن 30,000، بعد از 30,000 آوردن رسوندنش به 52 و 52,000 برای این که تو دهی باید 104,000 دهی، یعنی 100% زیاد میتونی تو اینکه بچه تا در کوتا داخل کنند. واقعا این دهشت از دهشت. آیا میشود رحمانوف را یک دولت محور و یک شخصی که واقعا خدمتگار ملت و پیشوای ملت خون، یک دوست است، یک بمانند اجنبی کار دارد با فرزندان این ملت؟ خطاب به شما کارمندان امنیت، مرسدس سیاه، جبر و ظلمتان را کم کنید. همه کارهایتان ثبت شده ایستاده است، هیچ کجا گریخته نمیتوانید. شما میمونید و همین خلق. خود اندیشه کنید، میگذاریم به سر مقصد. در این نامه میخواهم مراجعت خود را به سردبیر هفته نامه سسسر سیافی میزراب ارائه نمایم. شما طرفدار خدمت پولکی حربی بودید، چندین سال جار زدید و این کار عملی هم شد و از این اقدام حکومت جمهوری خوشنود هم شدید که پیشنهادتان عملی گردید.
اکنون محترم سیافی میزراب میگو که آیا همین خدمتی پولکی چی فایده به همین ملت قشاق تاجیک آورد؟ من همچون یک نفر سابق مخلص و خواننده گزیته سسسر و سیافی میزراب پیشنهادم چونین است که یک تحقیقات ژورنالیستی گذرانه التماس بیا با حکومت کوشانیان، اگر مرد باشی بیا طرز دعوت جوان پسران و خدمت حربی را سنجیده برا که نقشه دعوت چگونه اجرا میگردد، چند نفر از ناحیه دعوت باید شود، چقدر نقشه اجرا شد، چرا جوانان از خدمت گریزانند، چرا از مردم رشوه میستانند، چرا سری وقت نقشه دعوت اجرا نمیشود. بیا سیافی میزراب یک مصاحبه مردکی با همین رئیسی ناحیه ما گذران. شعار شما ما میتوانیم هست کو؟ ما میتوانیم، اما من قطعیان میگویم که نتوانسته استوده ای. میسازد که در ابتدای شعاری هفته نومت سسسر یک حصه چای این کاری نرو اضافه کنید، یعنی بجای ما میتوانیم ما نمیتوانیم مونید، جدا هم نغز میشود. پس هستی من زی هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. اما بیننده عزیز گرامی در ادامه نامه نوشته است: چرا من سابق مخلصی گزیته شما گفتم؟ برای آنکه از ابتدای فعالیتتان تا سالهای 2012 مطالب هفته‌نامه سسسر یک کم ملی و مردمی بود، از سالهای 2012 تا 2016 محلی و منطقوی گردید. مثلا قبلا همین که روزی پنجشنبه نشر میگردید، روزی جمعه قریب که از دکانهای روزنامه فروشی گزیته سسسر یافت نمیشد، اما حالا قریب کسی سسسر نمیخواند، چون که از سال 2016 به این طرف در خدمت آرمان های ملت نیو در خدمت یک آیله بند گردیده است و دیگر میتوانه گزیت اترا مردمی نیو آیلوی نومی نام گذاری. من میتوانستم این مطلب را راست به ادرسی گزیت شما نویسم، ولی دوره نامردی در تاجیکستان حکم فرماست. از روزی که دلیر امام علی و عبدالستار پیر محمدزاده زندانی شدند، دیگر نمی شود که این حکومت را حکومت دموکراتی آزاد و انتقاد پذیر نامید. برای من آن زمان روز پریزیدنت خواهد شد که پریزیدنت به این مشکلات مردمی ما توجه کنند. نخوا در حدود جمهوری تاجیکستان ما نان خود را از دهانمون کشیده گیرند چیزی گفته نتوانیم. چیکار کنیم؟ شرط از مردم به کوچه ها برایند، شرط از مردم به جنگ جدال پردازند. چیکار کنیم؟ بعد این خاطر رهبران دولت بیاید عذاب ندهید. شخصا من را اگر عذاب دادنی هستید، این خیلی آهسته آهسته سیل کرده نکوشید، یا یک یک بار کوشید، بیاید جانی شما هم خلاص، جانی من هم خلاص. او توکای توکای اینقدر خونی مردم میخورید. از همان یک دلیره که همگی 45 کیلو وزن نداشت، دیدی که چیگونه این حکومتی کنونی از او ترسید. راستش را گوی اکای سیاف، خودت را چی خیلی حس کردی که یک همکسبت را محکم کردن؟ چرا خاموش استادی؟ روزنامه نگاری زندانی دلیر امام علی در نامه به رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است تفتیش و مروفیش پر از دروغ و تهمت و دو خورگی های زیاد بود و او حکم دادگاه ناحیه شاهمنصور را اعتراف نمی کند. برمیگردیم سری مقصد. بیا مردک بر این یک تحقیقات گذران. همین خدمت پولکی چی فایده به بودجه دولت آورد؟ آن مبلغ در کجا مصرف می شود؟ توسط کی جمع آوری می شود؟ چند نفر در جمهوری اقلا در ناحیه ما ادای خدمت پولکی کردند؟ همین را آمده سنج آخر یک بار. ثانیاً یک خواهش دیگر از شما سیف میزراب، همان هنرپیشه جمهوری، اکتیار، اکادمیک، نویسنده، خلاصه افتخار ملت تاجیک، یعنی استاد هنر هاشم گدا را مان به کار خودش بیرود بیچاره را. اگر واقعا دولت ملی و مردمی می داشتیم، حالا هم می توانستیم از این ابرمرد ملت استفاده می کردیم. من باور دارم که حالا هم در یک فیلم ملی نقش سامان خداد یا اسماعیل سامانی را بازیده می تواند. بهترش این است که او را رها کن. در چند ساله که در این دورانی نامردی از صحنه تئاتر و کینای تاجیک
دور بود زیاده از 150 جلد کتاب نوشت که برای ملت تاجیک دستاوردی بزرگ است. مراجعت بعدی به صفات معاون سردبیر گزیت سسسر دارم که نمیدانم حالا در کجاست. صفات یکی از جانبداران قطع اولین فرم یگانه مکتبی بود که حالا این مسئله پرابلم رقمی یکی مکاتب جمهوری گردید است و فکرم صفات برهان باشد. وای با نوشتن مقاله با نام قرآن را خواند و وزیر را نخواهید. با گمانم همین گونه سرلوحه داشت. گویا مردم را متقاعد کرد که همگان راضی گردیدند. اگر با محتوای این مقاله دقیق نظر اندازه میبینیم که روزنامه‌نگار محقق و طور خودش سوره مبارکه مسد یا همان تبت را تفسیر و تحلیل میکند و قول خودش در این تفسیرش همه قبایل قریش را با فحشا و فساد اخلاقی برده رساند. به نظر صفوت زنان عرب آنقدر فاحشه شده بودند که سینه های خود را تنها با یک لیف خرما میبستگی شدند و تن برهنه بجز یک لیف خرما در گردن گشت و گذار میکردند و در آخر هم حضرت محمد آمد و آنها را امر با پوشیدن لباس کرد که این بهتان بزرگ است بر زنان عرب قبل از اسلام. هیچ صحیحیت پیدا نمی‌کند که خداوند از یک قوم فاحشه و زناکار و فاسقه فرمان روایان دنیا را درست کند. و بعدش خلاصه کردن است که کار وزیر معارف کشور لاتوکوبیزاسیا درست هست و ما حالا تا این حد نترسیده ایم که زنهای ما تنها با یک تکپوش ترسیک و لیفچک گشت و گذاری کنند. یعنی خواستاری این هست که تا این حد برسیم و پس آن یک پیغمبر و یکان انسان صالح را خداوند با سوی ما بفرستد و او ما را از این راه برگرداند. این چنین همانجا خودش را سعید زاده معرفی کرد و تنقید از حکومت های اسلامی کرد و خوب و نغز زکک لسید و فوچید و چاپلوسی حکومت هم کرد. حالا که بعضان ها سر لباس بیگانه پرستی کرده سر لباس بیگانه را قبول کردین. همین صفات هم بست. بر فرض مثال این هر دو مسئله ایده شما سردبیر را معاون هفتنامه سسسر بودند که دستگیری شده عملی گردیدند. امروز باشد از میوه های تلخ این ایده های سازنده اتان در ناخونک ملت تاجیک کام خود را تلخ دارند. باید به این کار جواب گفت. اکنون تو هم صفوت دائر به فرم یگانه مکتب بچه ها یک تحقیقات گذران که خانه چی قدر معلم و طلبه را و اهالی را به غم خانه تبدیل کرده است. بیا مردک بر این فقط همین پراکراتور ولایت ختلان و شهر باختر را آیدی مراجعت نامه های جمعیت دارای مسئولیتش محدودی درس که متعلق به وزیر معارف است یک بار سنج مردک بار یکی صفوت. پراکراتور ولایت ختلان و شهر باختر مراجعت نامه سیخی دوزندگی درس از آن وزیر معارف را اساسناک کرده چندین دیرکتور مؤسسه ها را برای سری وقت نسپاریدن و جمع گردیدن فایزی آنها یا به اصطلاح همان پنیه جریمه های هنگفت کردن. همین را دیده برای اشاره به صفوت برهان است. اگر به همین دو پرابلم مزبور شما تحقیقات گذرانید و اگر این پرابلم ها را برطرف کنید شاید آبروی رفته خود و هفته نامه سسسر را برگردانید. خطاب با شما کارمندان امنیت ناحیه، میلسه، کارمندان جماعت ثروت استقلال از جمله سابق رئیس، حالا کاتب جماعت میرزا خانوف جمشید، زمین های مردم بیچاره را جدا کرده ده یا پول هایشان را برگردان که سرنوشتت مثل سابق رئیسان جماعت آدینایف و حکیموف میگردد. هر روزه کی به کار رفتند، کی به خانه برگشتند، با کی شیش تو خیز کردند زیر نظارت است. اگر کارهای بد تبس نکنی همه جنایت های کرپسیونی تا فکت و دلیل هاش قطعی می نویسیم با اصلاح پروست کم تر موژیکی موژیک مون. معلمه سیاره را رئیس جماعت مونده چی خیلی که خودش میگوید مرا رئیس موندین و گوهی سری چوب کردینم. معلمه را این خیلی نکنید. همچنین ناگفته نماند که شعبه معارف ناحیه کوشانیان هم زیر نظارت میباشد. مدیر شعبه ولی بابا جان از در دروازه های مکتب ها رفته پول را گرفته بر نگرد. تو جوانی یکان تشبس نشانده یا تو هم مفکوره پوسیدگی داری؟ براننده با مرسدس از پیش در مکتب ها 300 سومانگی توسط وی میگیری و یک بار سرت را با مؤسسه ها نمی خلانی. یک بار یکان صحبت گذران و همون معلمان بیچاره. اقلا همین مسئله معاینه طبی را حل کن. آخر در ناحیه شهرستان با 47 سومانی و 49 سومانی آورده رسانده شد. برادر گرامی آخر شهرستان اصلاح کار کرد که با 47 سومانی رسید ولی در کشانیان
یعنی که اصلاح کار نکرده، از وقتی که نمی نویسید پس به 47 سومونی نمی رسد. غلام هر چی که برداشتی پرداخت داشته باشد باید پردازد. در شهرستان ما کار کردیم، شهرستانی ها نوشتند، شهرستانی ها آن چی بود انجام دادند که نرخ آنها آمد رسید و فراز دست بردار شد. اما در ناحیه شما کسی نمی نویسد، یعنی غلامان راضی اند از این کاری که پیشوا کرده ایستاده است با داماد و دختر و داماد های بشمارش. ببینید آخر منم همین من یا خودت یا هر کسی دیگر به جای امام علی رحمان می بود و ملت همین گونه رفتار میکرد، باور کنید دیکتاتور، همه دیکتاتور میشود. امام علی رحمان برای چی دروغ نگوید، برای چی هم خیر رفتار نکند وقتی هیچ کس از اون نمیپرسد؟ امام علی رحمان درست میکنه که مردم را گناهکار میکند، پدر را گناهکار میکند، صاحب کار را گناهکار، حتی وزیر را گناهکار، مهاجر گناهکار است که خودش رفت است در خارج هجرت کرده است و کار میکند، زنها گناهکارند که تاجیکستان بیشت آسو را ترک کردن رفتن. طرز صحبت میکند که همه دنیا گناهکار است غیر از او. ولی یک بار کسی از او سوال کرد که اوی جناب پرزیدنت امام علی رحمان، 32 سال هست که بودجه کشور در اختیار خودت، تمام رکنهای دولتداری از پارلمان و سود و وزارت و تا پایین ترین منصب دولتی را که تعیین میکنی با این همه دزدی و غارتگری همش در اختیار خودت، خب کی گناهکار است در اینجا؟ کبیری گناهکار است. من نه بودجه دارم، نه مسئول هستم، نه امضا کرده میتوانم، نه کسی را تعیین کرده میتوانم. چرا من از من میپرسید؟ چرا از دیگران میپرسید؟ این سوال باید گذاشته شود و این سوال را باید همه گذارند، فقط یک ما و شما نه، باید جامعه این سوال را گذارد که همین مسئله گذاری، همین تنقید به کی است؟ به خودت باید باشد. در ناحیه ما باشد حالا هم 300 سومونی گپ میزنه، همون شرکت فراز و همون کله پوسیده ای استن جدا. بله همون است، چون شما مثل غلام خب هستید، 300 سومونی با سپوره. من حیرانی همین معلمان مؤسسه های کوشانیانم که چرا یک بار از حق خود دفاع نمی کنند. در آخر یک چند مصلحتی مفید با مردم کشور می دهم. دیگر به یگان مقامات پول ندهید تا کیفیر بین ها رو می خوریم. دیگر برای خریدنی پراوی ماشین پول ندهید. با زمین فروشان جماعت ها و مردم میانه را پول ندهید. برای خدمت فرزندانتان پول ندهید. با دایرکتوران و با مدیران پول ندهید. خلاصه به یگان نفر مقاماتی گوشنه این حکومت حتی یگان درم ندهید. این حکومت خود به خود نابود می شود. گپ زده رفتم بگی رحمون پا تعریف کن، خب نکن. بهترین نفر، پیشوای ملت، بهترین انسان، بهترین نفر، بهترین شخصیت در جمهوری تاجیکستان. ما فخر داریم با پیشوای ملت همون. کوک برا بدرو فخر داریم با توالت پیشوای ملت چخیلی هم؟ بخشش این توالت پیشوای ملت نیست. گفتم یک حاجت خان رو ببینه گیرانش که خشوده ببینیمش سوز بیست اکه اصری بیست یک چیا گیران کنم؟ سوید نداره یا؟ او بودی همی یای؟ در کجا؟ همی جا سوید نداره؟ من سوید من سوید در درون تشناب سویت هست یا نیست؟ این ها دیده احوال حجات خونوی یعنی که مکتبه چه را دیده است رحمانو؟ ای مرده خوب در همین شب مکتبه چه کمار داده دیده؟ خیلی نشان بطیه یا برده ببینیم ای برادر مکتب بچه بود دیگه چه حجات خونه کرده این دیو؟ در مکتب چه کمه کنی؟ مکتب این همین اصری 21 در همین حجات خونه درست میگیره؟ همین اصری 21 در همین درست میگیره؟ کار علمی موضوع حمایه کردن هم در قربان هستی که همین رحمان و قطعی اویلش دمتره حجات خونه یا نبراش در مکتب میخونه دمتره حجات خونه میدروین یا نه؟ بله پیشوی ملت نبراش برادر خواننده در همون بروکش نریند شد آخی با چی دورند این زیاد خواجه خواهد چیخشون از درکار؟ خوب بینندگان گرامی از کشانیان دیده بودید که یک نفر داخل میشد و دشنام میکرد در راه رفته بود اگر دیادتان باشد، یعنی یک نفر از وزارت معارف کارمند بود، یک نفر دیگر در راه رفت و نشان داد که مردم همه از سیاست پیشو راضی هستند
من ببینید که چیگونه مشکلات در یعنی کوشانیان وجود دارد. اینها میخواهند که گویا خود را به شکل خوب جلوه دهند و نمایش دهند، اما حقیقت را نمیشود پنهان کرد. من بابای اقبال شد علیف عبدالحفیظ عظیمویچ، ساکنی ناحیه کوشانیان، جماعت دهات زرگر، دهه کیروف. همین چی واسه داری؟ واسه چی های؟ وظیفم یک وظیفم معارف ده کار میکنم، یک وظیفه اگم قیل صحیب کاری دارم تا او برچیسه چی ده معارف؟ نه ده معارف همین وای ده بابسته ایم، همین نظارتی تعلیم تربیه ده. چی آخی ده معارف چی وظیفه داری؟ وظیفه چی هست؟ همین نیسپکتر نه، همین تعلیم تربیه. ها یعنی که تو نظارت میکنی که در مکتبا دزدی و غارت نشود، درست؟ بله 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 بله. احسن، بهترین وظیفه. در کوشانیان چند تا مکتب های؟ در کوشانیان چند تا مکتب های؟ در کوشانیان 71 مکتب. من دکترم، از نوبت داری شما در برای آمدن. دکتر در روشان، اختصاصتون از دکتری چی هست؟ یعنی اختصاصم جراح، استخاصم جراح. خیرورگ. شما خیرورگه یعنی ها؟ بله. که همی براب بدرو همی خیرورگی را یه بار نشان من بود یکی فایز خیرورگی همی آباد است. آبادی که در خیرورگی است در زمان شوروی نبود است. آرام تینچ همی خیلی بله، همون آبادی را برای ما نشان تید، همون خیرورگی را نشان تید. التماس دارید خیرورگی را من کوچه ده بر اومدگی اول اونجا برام وقت میگیرم. درون ده من کسی با نیسم یکی بستم تو خیرورگی، اما خورغ نشون بده. درون درو خیرورگی را نشون تیم مود. بله رحمانوف اصلا حکومت داری کردن نتوانسته ایستاده است. نه رئیسان ناحیه ها هش، نه دخترانش، نه پسرانش با او دوست نیستند. دشمنی با او دارند. او را شرمنده دارند. نامش را در تاریخ این ملت سیاه کرده ایستادند. هیچ کسی پس از رحمانوف را رحمت نمیگوید و همه لعنت به این پیشوای کثیف خواهند گفت. مش شرایط شخصم، شرایط و زندگی مهاجرای مهنتی تاجر را در خارج کشور نقض میدانم. برای ما شما عیب نیست؟ نه اینکه مردها، زنهای تاجر، بانوان تاجر در مهاجرت هستند هزار. ما ننگ و ناموس داریم؟ من دیگرشان هم مشکلی ها را صدها نفر از حساب مهاجرات صدها زیادتر اصلا مجسد بیاریم از دیگرشان. اونایی که برای پیدا کردن رزق روزی برای فرزنداش، چونکه ما را برای از بالا تا پایان فقط فکری می باشد نفسی بدی خود را داری، نفسی بدی خود را داری، نفسی بدی خود را داری، نفسی بدی خود را داری. مراجعت من به جناب عالی امام علی رحمانوف، ما از شما خواهش داریم که همون مردک بچه‌ای که تاکسی میزد مراجعت کرد اما دو بار اشتراکش کردن، در حقیقت راست میگه. یک تشلیش نما در تاجیکستان سودا میکنم در اپرا بالت در 800 سالگی به نام صدرالدین عینی. من سوداگر بودم، شریک فروش بودم با دو فرزندم. نه که مرا ای دستای سودا کردنی نموندن، ای دستاهای همون ملیسای اپرا بالت، یا شدادوف دلر، یا شقلوف، یا تایدگاش جلیل نوم داره، فامیلش افرامش کردم خسرو، همشون اوچاسکوویچ همون اپرا بالتن. مرا زدن، درو مردن در ازدواج کردن در کابینه چون زدن سودا کنیم نموندن، عذاب سگا دادنم. قرضی دار شدم، هر روز می برامدم سودا، هر روز باری مرا می قپیدن. می گفتم شان که چی با که سودا نمی مونین کدن، دیگه کسا می مونین سودا میکنن، فلانی میکنن چی با، میگه فلانی
کوالر ملیسای تام کوالر ملیسا بگی بخبگرد نه که من مسلمانم الحمدلله من شوهر دارم نه که پنج گوده که من گوده که من ده ساله بود این از پنج ساله شده من سه ساله در خود مسکوهیم کار کردستم گوده که من ندیدم ای مسلمانو خوب آور کنه خون نکنه من دیگه طاقت ندارم بگی جام که جنابی آلیک بگی زنکار همه را جام که بر زواد هوی که در تاجیکستان خمون زندگی کنیم کار کنیم آباد کنیم تاجیکستان خمونه نمکنی خالی که جا تا خالی که یه آدمی دیگه بیایه جای تو را بگیره بگیره خلق جام گیر کنه ای خنکی و ایتنکی ای غریبی بگیره چی کنه توکایا ما خب کنیم به خدا قسم چای نو خورده سم به خدا قسم فهمیده نکه من نمیتونم دیگه نمیتونم طاقت کردن نمیتونم میخوام بر بگردم به تاجیکستان من مراجعت خیمه با کی بگم مراجعت نه با کی کنم انا ما مردک راست میگه به خدا قسم راست میگه بیچاره ایجانش سر شده مرم ایجانم سر شدم مرا زد انداز شداد و دلیر به شطه قطی خسره و جلیل زد مرا به شطه در کندک سینام زد ازدیوات سکردن مرا من دیگه طاقت نکردم تا رحیم و رمضانم مراجعت کردم چورش هم ندیدم با مرا ستیه دست یک قسم یک خلیگانس و زدن دو بار زدن ستیه لیکن من $2,000 دادم برواردم جان من خریدم توکایا من طاقت کنم التماس ای شما. اکنون بیننده عزیز و گرامی میگذاریم به نامه دیگری که از ونج به اصلاح رسیده است. سلام برادر، در وقتی در قشنهای سرحدی کار کردنم انتخابات برگزار شد و برای امام تپک باید آواز دهیم. برای امام تپک همه آوازها را دادند. سربازان بلوتین ها را میگرفتند و فقط به قطعه ها میپرتفتند چون که علکی از تن آنها به امام تپک آواز دادگی بودند. نه تنها در قشنهای سرحدی، در تمام جزء اتم ها به همین منوال آواز دادند. سربازهای درونی غرفه های آوازدهی نمیدار آمدند، به دستشان روشکه نمیگرفتند چون که بر وقت خط کشدگی بودند، همه را به رحمان و فاموندگی بودند به حزبش. یک چیزی دیگر باید براتون بگویم، از خوراک و غذای سربازان همه از کماندیر قسم حربی تا سردار دیدبانگاه ها می دوزیدن. حق حلال سربازان هم حتی غارت کردیم. یاد دارم که زمستان هنگامی عبوری خط سرحد از جانب افغان ها و امر جنگ بر ضد آنها، سربازان را در هیئت 12 نفر با خلب و آب اسکران به جنگ روان کردند. کسی به دادت نمی رسد. خودم را حق گرفته خواستم شکایت کنم، اما شکایت سر خودم را خورد. با من گفتند که مرگ می خواهی یا زندان. بعد از این خلاصه برآوردم که من کی هستم؟ هیچ کس آخر. وقتی داخل شدن به کمیته دولتی امنیت ملی میگویند بگوی نماز نمی خونم، روزه نمی گیرم. تو مسلمانی اما باید جواب کفر دی. اگر بگوی که من نماز می خونم روزه می گیرم الحمدلله مسلمان هستم، داخل شدن نمی تونی چون که تو مسلمانی. باور کنید که در درونی قسم حربی در یگان 10 جا صورت های کلان و خرد امام تپک آویزان است یا چسبندگی ای. شعاری اینها در کدام و خاصتا در کمیته دولتی امنیت ملی کگب میدونید که چی است؟ خوب دقت دهید. او لای بکن مرغابی را بگیر زتو بروسلی ایدن غرای. خوب دقت دهید، یعنی کی ها می نویسند به اصلاح بیننده گرامی. در دوام 2 سال خدمت شاید 3 یا 4 بار تیرپرانی کرده باشیم، اما تیرها را کماندیرها به شکارچی ها می فروختند، پول و گوشتی سعید می گیرند. باور کنید که این جا یگان عسکری نیست، فقط همین که 2 سال عمر یک جوان بر هدر و تباه و بهوده می گذرد و تمام. بیننده عزیز و گرامی، این نامه بود که خودتان شاهدی آن شدید. اکنون می گذاریم به نامه که از وحدت رسید. السلام علیکم برادر محمد اقبال، من از امام علی رحمانوف طلب میکنم که برق ما را به دیگر کشورها نفروشد و به جای آن خودمان را با برق تعمیر کند. به برق گرمی و روشنی زندگی کردن خیلی مشکل است. به بنزین، به سالارکا، به گاز، به برق زندگی کردن میشود، لیکن به آب، به آب چه میشود؟ چون که برق ما تلفن کار میکند نه اینترنت، اما ما هر ماه مبلغ سیم کارت و آبونه اینترنت رو میسپریم ولی استفاده برده نمیتوانیم. هر سال نرخ اینترنت رو بالا میبردارید اما صفت علاقه خوب نیست.
صفات علاقه را تامین نماید، باور کنید در درون خانه تماما استفاده برده نمیتوانیم تلفن را، مگر ما حق نداریم مثل شما با برق تامین شویم؟ البته حق داریم، ما میخواهیم که با برق تامین شویم، اینترنت خوب داشته باشیم. شما با بک صبوری خدایتون وزیر علاقه سپاریش دادید، اما یک سال میشود که وضع بدتر شد و بهتر نه آخر. الو بک زاورویچ؟ Здравствуйте, меня зовут Сергей Брин, я переводчик Цукерберга, я вам звоню из США. Ага. А вы хотели связаться с ним, он сидит рядом со мной здесь рядом, он хочет узнать причины блокировки в Таджикистане, и он хочет сказать, что он платит налоги. Да-да-да. Да, когда вы откроете Facebook? Ну, мы сейчас занимаемся, вот... поведение Facebook нравится некоторым нашим добровольцам, и они звонят нас, просят его не открывать. Ага. А что пока случилось? Что мы можем сделать, чтобы помочь, чтобы добровольцы захотели, чтобы Facebook опять заработал в Таджикистане? Что мы можем сделать? Ну, мы сейчас это... Сейчас мы будем с ними поработать. Как вы будете работать? Ну, с добровольцами поработаем, люди, спецгруппа работает, чтобы им объяснить, что это сайт, ну, его, он лучше, он должен быть у нас работать, это помогает, это социальный сайт. Вот мы сейчас их объясняем, вот честно говоря, в день по 100-200 человек звонит, что он, этот сайт принимает коммерческие заказы. А какого вида заказы, можете объяснить? Ну, например, люди вставят свои фотографии, да? Так. На себя, да. И меня так объясняют, что в этой Фейсбуке, значит, люди друг друга заказывают, что пишите про них. Пропишите или не так, и кому-то платит. Понятно. Ну, а в Китае нет уже, правильно? Они живут лучше нас. Лучше нас. Но может быть, если от Facebook открыть, то жизнь станет немножечко лучше у таджикистанцев? Не, ну вы говорите, что Китай это... Ну... Понятно. Я переведу ваши слова мистеру Цукербергу, Марку. Он сидит рядом. Да, вот, пожалуйста, переведите, чтобы просто, если они обещают, что берут под контроль. Дигар чиз ин аст ки пардохти нақди ро аз байн бурдед. Ҳоло бо ин вазъ мо чӣ гуна андоза пули барқ обу дигару дигарро биспорем? Талаби дигари ман ҳамин аст ки аз ҳаққи маъюбон дифоъ кунед. Барои одамони маъюб алоқаи мобилиро арзон кунед. Ман одами нафақахӯр ҳастам. Дар як моҳ 420 сомонӣ нафақа мегирам. Ба маблағ чиро харидорӣ кардан мумкин аст ба ин 420 сомонӣ? 65 сомонӣ ба телефонам месупорам. Нархи хӯроквариро нагӯям ҳам мешавад. Шумо худатон хуб медонед. Ба шумо савол, баъд аз он ки аз вазифа рафтед, бо ҳамин қадар маблағ زندگانیتون رو پیش برده میتوانید یعنی 420 سومونی؟ البته که نمیتوانید جناب پیشوو. باز اشکم شما مثل جوالی که پرکنیش دگی های امومال رحمونوف خیلی کلون از شکمتون. برای همین نفقه ها رو هم نرمالنی بالا بردارید. ما میدونم یعنی که این گپی من است. وقتی رحمونوف این برنامه رو میبیند و شکم تای خیلی میگن حقارت میکنی و میگوی که نفقهش نباز پستر کن. ولی انشاءالله حق این پیرمرد و پیرزن ها شکاف میکند اون شکمی و مانندی جوالی که کلان بودگی سری بالون گزی کله کدوتا لعنت کرده الله. برای اینکه چند نفر میگویند که وقتی شما گپ میزنید میبیند باز بدتر قهر میکند که خوب کرده ایستادم. همین قدر سال انتظار شدم، هیچ وقت برای معیوبان در رابطه با علاقه موبیلی یگان چیزی سبوکی نکردیم. مادر رحمانو برای همین این چیزها را از شما طلب میکنم. در شرکت موبیلی مگافون برای نفقه‌گیران طرفه 15 سومونی مقرر شده بود، لیکن آن به اینترنت بود. با ما به اینترنت نمیشود، این ارزان کردن هم قانونی نبود، یک نو چشم بندی بود گویم هم خطا نمیکنیم. خب چون که برای جلب کردن مشتریان ارزان کرده بود، اگر همین طلب های ما رو اجرا نکنید طلب میکنیم که شما همچون رئیس جمهوری
کار نشایم و نمکلف استعفا دهید. التماس رحمانو استعفا بوده، یعنی همه ملت استعفا تا طلب دارن. اخیر من نمیدونم این کلغف تو که پریزیدنتی کردنی است. نامه دیگر از خوبادیان. سلام برادر، میخواستم که یک معلومات پیشکش شما کنم. معلومات درباره ایشانهای غارتگر خوبادیان با نام شریف زاده در جماعت زیرکی. برادر، حالا در تاجیکستان قرار دارم، با من یک کمپیر 70 ساله این نامه را داد. خیلی خواهش کرد که به شما برسونم. این کمپیر می نویسد که ایشانی شریف زاده غریب سایبرهانوویچ یک دختر جوان را از همسایه قشلاق آنها با زوری و مجبوری به زنی گرفتگی. این ایشانی شریف زاده غریب سایبرهانوویچ سال تولد 1 فوریه 1993 بوده گیه. تولد این دختر سال 2002 می باشد. یکی از برادران این غارتگر شریف و میزراب بوده است. سال 2021 والدان این دختر را مجبور کرده گفتند که اگر نتیه دختر تونه ما شما را از خوبادیان ویسیلکه بکنه میکوچونیم تون. و اینها آیله کمبغل هیچ کار از دستشون نامده است و راضی شدن و دختر بیچاره را با او و زنی دادن. حالا این دختر بیچاره از این غارتگر دو پسر دارد. این غارتگر پیش یک زن داشت از پختکار. آنها با هم 8 سال زندگی کردند اما کودک نیافتند. دخترها گفتند که تو می توانی زنی نو بگیری اما این دختر باراور نمی باشد، یعنی حامله نمی شود. زنش را 3 طلاق داد. یک سال گذشت، تمام خوبادیان را گفتند با این اولاد لعنتی یگان کس دختر نداد، با ایشان هم بود هستند. اما آمده این دختر آیله کمبغل را بزرگی گرفتند. این دختر بیچاره را هر روز در سر ظلم و شکنجه میکند اما این دختر بیچاره از ترس نمیداند چیکار کند. راستی مادر این دختر دنیا را پدرود گفته است، یعنی از عالم گذشته است. اما 6 ماه پیش این بینوموس کثیف میگوید که من همون زنی 3 طلاقم را از سر نو میگیرم و تو را طلاق میدم و پسرهایم را از دست تو میگیرم و با او زندگانی میکنم. با تو جواب این دختر بیچاره 6 ماه شده است خانه پدر و مادر را ندیده است. همچنان این دختر را میزند که خر را این طور زدن ناممکن است. خر تاب نمی آورد و در یک روز می مرد. در خانهش این دختر را رنگ خر کار می فرماید. باز به آن دختر طعنه می زده است که خش و تبار تو مردگی هند. این دختر بیچاره 4 برادر دارد، یک عمر در مهاجرت هند. ورکنید برادران، این دختر اگر هر کسی باشد شما ناموس و مردانگی می داشتید، اصلا نمی گذاشتید که خواهرتان اگون کس بزوری بگیرد. وقتی شما ولی امر او هستید، هیچ کس حق ندارد که هیچ نفری را بزوری بزنی گیرد. یعنی این در یگان قانون درست نمی گیرد. هم در قانون دموکراتی جمهوری تاجیکستان، هم در قانون دینی شما ولی امر هستید. و چرا به یک چنین مردی به ناموسی، به ذاتی، به اصلی، به نسب دو خواهرتون رو دادید؟ اکنون خواهرتون رو لط و کوب دارد. شما در روسیه مانند مرغ گشته استودید. اگر شما مرد باشید، یعنی بعضی ها میگن که ما به اگونجو جنگ میرم، اگونجو جنگ نره، بره خواهرتون حمایت کنی. این خطاب من تنها با همین 4 برادری، همین دختری که از طرف این ایشان به ناموس لط و کوب میشود. یعنی من نمیدونم که شما چگونه مرد میحسابید خودتون. خب پول ندارید، کمبغلید، اما انسان هستید، میتونید رفته نویسید که چی گپ است، رفته حمایت کنید از خواهرتان. وقت نمییابند که به خانه خواهرشون برمان. برای چی وقت نمییابید؟ شما اونقدر بی‌ناموسه که وقت نمییابید به خانه خواهراتون بری. یعنی این خطاب من است، این خطاب او کمپیر 70 ساله نیست. شما برادران همین زن، همین دختری که تولدش 2002 است، دو فرزند دارد از همین ایشان، یعنی که برای چی نمیروید شما که شریف زاده غریب سایبرهانوویچ، برای چی نمیروید خواهرتان حمایت نمیکنید از دست این؟ یعنی با کدام ناموس شما میتونید خودتون را مرد بگید؟ یعنی یک کم ترک یه بار از خودتون بپرسید. دختری بیچاره یک عمر در عذاب است. واقعا هم یعنی که این بدبختی است. میخواهم که این صدای من مادر 70 ساله را به مردم برسانید و من از مردم طلب دارم که به این غارتگرها دختر ندید. اکنون ما دیگه با مردم کار ندارم، دختر میتین نمیتین، ولی مهم برادران همین زن، همین دختر باید روند و خواهرشان را از این پروبلم و از این مشکلات نجات دهند. یعنی این واقعا هم نامردی است که یک برادر نتواند که خواهر خودش را از چنگال یک ظالمی چون این بدبخت یعنی که نجات دهند. الله عاقبت این ملت را به خیر نماید. وقتی شما در سینه میزنید که شما میخواهید که کاری کنید، اول از خواهر خودتون سر کنید، نجات و حمایه خواهر و همقشلاقی و نزدیکان خودتان. بله بیننده عزیز و گرامی، این بود برنامه امروز ما. خدا کند که این برنامه تاثیر در شما و زندگانی شما و بازگوی نمودنی حالت و وضعیت زندگانی بعضی از مناطقی که شبیه هم و مانند همدیگر در کشور هستند یعنی برایتان تاثیر داشته باشد. در گذاشتن لایک ها و انتشار برنامه ما را همراهی نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.